دوستای نازنین خوش آمدین امیدوار هستم جور و ساعت من و سرال باشین دوستای نازنین من امروز خواستم ترزی تایی آی خانمه برتان بگویم امیدوارم که خوشتان بیایه و شما نازنین هم آماده کنین خوب دوستای نازنین در قدم اول من خواستم خمیر شما آماده کنم قسم که دیدین در بین یک البته یک کیلو ورده اضافه کردم و همچنان یکونی قاشق چای خوری نمک هم اضافه کردم و همچنان آب شیر گرمه کم کم می و سه الا چار قاشق روغن نیز بالاش اضافه میکنم خب خمیری که ما برای آی خانم آماده میکنیم سخت ترک باشه بهتر است خاطر که با خاطر از ماشیناش بسیار باسانی آماده میشه و هم بسیار خوبش میه خوب خمیر آماده شد دوستا ما حالا خمیر به مدت یک چند دقیقه تا که من دیگه موادهایش آماده کنم حالا دانلخوت همه مانده بودم به جوش دوستا وقتی که تا ای که دال جوش بیاره میخوایم که امولا ها بشه آمده کنم پیاز مادم کمی گلابی گک شوه بعدا جان رومی تازه را اضافه کردم یکونیم قاشق چای خوری نمک نیز اضافه کردم و همچنان یکنیم قاشق چای خوری پپریکا یا مرچ دولمره نیز اضافه کردم و بعد از اینکه مواد سرخ شد بونجوری یعنی کم سرخ شد دال نخود اضافه کردم میگذارم برای 5 دقیقه جوش بخوره دال نخود آماده است خوب مال گوشت البته از گوشت گوساله گرفتیم یه هم گوشت چر شده است خوب بالای بسیار کم روغن البته یک دو قاشق قک روغن انداخته و خوب سرخ میکنم بعدا یک یکونیم قاشق چای خوری تخم گشنیز یک قاشق چای خوری البته مرچستیا و یکونی قاشق چای خودی نمک و همچنان یک قاشق چای خودی سیرانی بالاش اضافه کردم و میخوایم که گوشت خوب با این مواد سرخ کنم خوب حالا گوشت کاملا سرخ شده ما البته میگذارم تا سر چوه ترکاری هایش آماده کردم قسم که می بینین کرم، زردک، مرچ دولمه، گشنیز تازه و همچنان پیاز کلش هم خود خود ریزه کردیم و بعد از اینکه گوشت سر شد امی تمام ترکاری ها را کرم پیاز و همچنان امی زردک و مرچ دلمه تمام مواد را قبلا آماده و گذاشته بودم و بالای امی گوشت کلش هم می اندازم. و بعدا مرچ سیاه البته یک قاشق چای خوری مرچ یک قاشق چای خوری نمک یک قاشق چای خوری زیره و یک قاشق چای خوری البته مرچ سرخ و تخم نیز یک قاشق چای خوری تمام مواد را نیز بالاش اضافه میکنه و خوب گرد میکنیم خوب بالا خمیر آماده میکنیم دوستا به می شکل ما میخوایم کلشه یعنی آماده بسازم که از ماشین بکشیم خب دوستا تمام خمیر به می قسم آماده میکنیم به خاطر که بسیار ساده از ماشین میبره و کوشش میکنیم اول از خانه اول ماشین میکشیم و بعدا امتو به ترتیب ایره خوب نازک میسازیم خوب بعد از اینکه خمیر خوب آماده شد نازک شد امی مواد که قبلا آماده مانده بودم ایران داخلش به این شکل میپیچانیم یا آمادهش میکنیم خب دوستا امی شکل که به خود میگیره مال دیگه منتو را از سپری روغن به میشکل شکل میزنه و امی آی خانم را که آماده کردیم تمام شد به دیگه منتو میچینیم و امچنان به با... یعنی به پایان دیگه منتو مقدار آب میریزیم و منتوها را میمانیم که تا آماده شده خب بعد از اینکه که به مدت 20 دقیقه یا 15 دقیقه که خوب نرم شد البته در غوری با مقدار ماست البته ما ماست دسترس دست داریم دوستان، ما اگر چکه دسترس داریم میتونین که استفاده کنین به می ترتیب آماده آمادم میکنم خب وقتی که تمام بشه به غوری کشیدیم بعدا با می ماست به رویش به می ترردیم میر آماده میکنم و همچنان دانه را که من قبلا آماده کرده بودم ایران بروش برویش می اندازم و کم نعنای خشک نیز برویش انداختم و همچنان کمی مرچ سرخ خوب دل خودتان است و با مقدار گشنیز تازه ایره تعظیم میگرم و که خوشتان آمده باشه اگر خوشتان آمد لایک کامن شیر سبسکرایب پراموشتان نشه تشکر دوستای عزیز از امایتان و از کامنت های زیبایتان